نگران آیندتی، دلشوره داری تو هر حالتی، نمیدونی چی خوبه چی بد، نمیدونی چی کار باید کرد. مسیرت از سنگ پر میشه، دلت یه وقتایی دل خور میشه از اینون، اما بدون که هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، به خطای مستقیم مسیرت خیره شو و هیچ وقت اسیر پشت سر نشو. تو خاطره نرو، مثل باد از کنار آدم آرد شو. بذار پشت سرت بگن به همین دیوونه رو، بگن این دیوونه رو. فقط تو خلوت بگو با خودت همش، بگو بگو هر سقوط یعنی شروع پروازم. تموم دنیا اگه دست به دست هم بدن، سر راه توی صد بشن بازم. هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی. نگران نباش. نگران آیندتی، دلشوره داری تو هر حالتی، اگه یه وقتایی ترسیدی، اگه جواب خوبی رو بدی دیدی، بدون برگشتن ورق نستی که دنیا همیشه تنگ و کوچیکه. سلام، وقت شما بخیر. ارادت، احوال شما، حال شما چطوره؟ سلام به بچه های گل، عزیزان دل، کنکوری های 1401، ایشالله که خسته نباشید، ایشالله که روزای خفنی رو پشت سر بذارید با شادابی، با استراحت کامل. دیگه داریم به روز آخر نزدیک میشیم، امروز آخرین دیداره بر ما شما عزیزانه. پیش از هر چیزی براتون آرزوی موفقیت میکنم. امروز رو تشکیل دادیم به خاطر اینکه دلم میخواست آخرین حرفام هم بهتون بزنم در رابطه با نحوه پاسخ‌دهی توی تستای فیزیک کنکورتون، بچه‌های تجربی، بچه‌های ریاضی. البته یه برنامه خیلی مفیدی هم برای بچه‌های رشته تجربی داریم که پنجشنبه عصر انشالله براشون تحلیل کنکور ریاضی رو انجام میدیم، ولی برای عموم بچه‌ها و کلیات کار امروز انشالله تیر آخر رو می‌خوایم بزنیم. قراره چه کنیم دوستان؟ اینو بگم قبلش، عزیزانی که تو همایش جمع‌بندی دو روزه شرکت کردن، امیدوارم تستا رو مرور کرده باشید، همه رو حل کرده باشید، ایشالله که ترکونده باشید تستا رو، چون واقعا میدونید من گفتم به اون تستا خیلی اعتقاد دارم. امیدوارم که بهترین کاری که میتونید روشون انجام بدید رو خودتون حل کرده باشید. جزوه خلاصه روابط رو گذاشتم و اونها رو هم خونده باشید. اما عام بچه ها، کل بچه ها، چه همایشی چه غیر همایشی، چه کلاس سالیانه من، چه دوستی که تا حالا با من کلاس نداشته، امروز میخوام حرف نهایی رو بزنم. امروز میخوام چه کنیم؟ میخوام یه استراتژی بریم روی سوالات کنکور. اولش یه چیزی بگم عزیز دل من، کنکور هر سال با سالهای قبل میتونه متفاوت باشه. دقت کن به حرفم، این جملاتم رو به خاطر بسپار، خیلی مهمه. کنکور هر سال با سالهای پیش ممکنه متفاوت باشه. پس اگر نکته ای میگم برو اینو بزن، اینو بزن، اینو بزن، اول این بعد این، این بر مبنای کنکورها و متدی که تو سالهای گذشته برگزار شده کنکور سرسری سوالات فیزیک بوده. حالا ممکنه امسال مثلا سازمان سنجش بیاد برای اینکه نشون بده خیلی متفاوت داره کنکور برگزار میکنه، ترتیب و چیدمان سوالا رو کلا زیر رو کنه، شخ بزنه، کلیات کار تو عوض نمیشه. ولی یه چیزی رو باید حواست باشه، اگر من بهت میگم اول این مبحث رو بزن، ممکنه اون مبحث تست سختی داشته باشه، نباید اعصاب و روانت به هم بریزی. حالا توضیح میدم اینا رو.
من دارم اون مراحل و اون گامبندی کلی رو به توضیح میدم که چجوری رفتار بکنیم. آقا بریم بریم در رابطه با گامبندی کلی. آها اینم بگم، گامبندی رو که گفتم قشنگ روش الان چند دقیقه میخوام توضیح بدم. یه کنکور سرسری 90 و 1400 ریاضی خارج گذاشتم. 1400 ریاضی خارج کم بچه ریاضی استفاده کنن، احتمالاً بچه های تجربی که تعدادشون هم زیاده ریاضی خارج رو نزدن. سوالات مرتبط با خودتون رو میتونید نگاه کنید، فقط یه تعداد سوالات مال شما نیست جان. آره نهایتاً 4-5 تا تو مبحثی تستا، نه اینکه کلا تعداد تستشون بیشتر از تفاوت داره. تو این کنکور 4-5 تا متفاوت مبحثی دارن. پس من اول گامبندی رو میگم خوب به خاطر بس. آقا امکانش هست رو کانال قرار بگیره؟ رو کانال خودم که میذارم. اینو اگه زحمت بکشید برای من بفرستید، من رو کانال خودم. آره مرسی، رو کانال خودم میذارم. باز اگه کسی خواست لایو، آره آدرس کانال اینجاست، پیجم هم اینجاست، رو کانال تلگرام قرار میدم این جزء نوشته شده رو. دوستان این لایو سیو نخواهد شد، این لایو سیو نخواهد شد، گفتم قبلا. این گامبندی رو که گفتم بعدش وارد کنکور میشیم. قرار نیست همه تستا رو من حل کنم، یه تعداد از تستا رو طبق دقیقا همین گامبندی که به شما میگم حل خواهم کرد. خوب توجه بفرمایید. معمولا در کنکورهای سراسری چند سالی اینجوری رخ داد که تست اول رو یه تست یا هسته‌ای یا مغناطیس یا فیزیک اندازه‌گیری میدن. تست اول یه تست باقالی اونجا میدن، شما رو مهمان اون تست میکنن، با اون کار نداریم. یعنی جواب میتونید بدید، بلد بودید جواب بدید. لطفاً چیدمان رو دقت کنید. بعد از اون تک تست یا میتونه از همون تست اول شروع شه، معمولاً با حرکت شناسی 12 شروع میشه. حرکت، دینامیک، نوسان، موج و 12 تا انتها میره، بعد به سراغ 11 و بعد به 10 میره. اما یه نکته مهم اینجا وجود داره. معمولاً یکی از سخت‌ترین تست‌های کنکور هر سال از حرکت شناسیه. خواهش می‌کنم تذکر اول، از حرکت و دینامیک شروع نکن. از حرکت و دینامیک شروع نکن. چیکار کنیم؟ بریم سراغ گامبندیمون. پیشنهاد من اینه، گام اول، کار اولی که شما باید انجام بدید، از انتهای 12 شروع کن. از انتهای 12. آقا یعنی چی؟ یعنی برو هسته ای رو بزن، برو اتمی رو بزن، برو بازتاب و شکست رو بزن. بعضی از بچه ها روی بازتاب وقتی قراره بر پرتو چندین بار به 200 بازتاب بکنه، نکات تستیش رو نمیدونن، بلد نیستن. اشکال نداره این که میگم اینا رو بزن، نه این که همه شون رو بری پاسخ بدی. حتما اینا رو آفرین دقیقا. از اینجا شروع کن نگاه کردن. حالا یه کدبندی الان میخوام بگم، اون دقیقا بچه ها برشون جا میفته که میان سراغ هسته ای، چه تستی بزنن چه تستی نزنن، کدوم رو بزنن آخر سر، کدوم رو کلن حذف کنن. از آخر 12 هسته ای رو بزن، اتمی، بازتاب، شکست، موج و نوسان. به اینجا که رسیدی 12 رو کامل سپری کردی به غیر از حرکت و دینامیک، اینجا یه پیشنهادی برات دارم. پیشنهاد، فقط یک تست حرکت پیدا کن. ببینید بچه ها، من صحبتم با کلیات شماست. ممکنه مخاطب من الان داوطلبی باشه که فیزیکشو داره بالا میزنه، درصد میانگینش بالای 80. خیلی از شاگرده خودمون اینجوری هست. خب من دارم به کلیات میگم، شما میتونید مثلا اگر شرط اوکی بود اینو تعدادش بیشتر کنید. و فقط یک تست دینامیک. وقتی قرار شما یه دونه حرکت بزنی از اون چندتا، قطعا یه دونش ساده هست. میخوام از نظر روانی خیالتو راحت کنم. نری سراغ تست حرکت شناسی که نمیفهمی سوال چی میگه. اون مال تو نیست عزیزم، قرار نیست تو دام طراح سوال بیفتی. ترتیب سوالات ترتیب پاسخگویی تو نیست. تو با جایی شروع میکنی که سوالات ساده تری داره. یه ذره از نظر روانی میای تو فضای آزمون فیزیک. اومدی تو فضای آزمون فیزیک، ذهنت اومد توی بحث، حالا اینا رو زدی، نه همه رو، میای سراغ حرکت، یه تست حرکت میزنی، یه تست دینامیک، حداقل یه دونه رو میتونی بزنی.
اگه کار کرده باشی میتونی این کارو بکنی. این تموم میشه. بعد میری سراغ پایه. تو پایه که میری گام دوم. سراغ پایه که رفتی پیشنهاد میکنم با مباحثی که خودتون راحت ترید شروع کنید. شاید الان مخاطب من کسایی هستن قطعا که مباحثی که باش ارتباط بهتری دارن متفاوته. من مینویسم مثلا کدوم مباحث میتونید تستش رو راحت تر بزنید کلیاتتون. بحث اندازه‌گیری و چگالی یه تست داره احتمالاً که میتونید راحت پاسخ بدید. بحث خازن بارها بهتون تاکید کردم کدوم میاد. ساختمان خازن رو تغییر میده روی انرژی برای بچه ریاضی، روی میدان برای بچه تجربی میتونه بپرسه. خازن رو میتونید پاسخ بدید. بحث انبساط رو از مبحث گرما، ابتدای گرمای فیزیک دهم میتونید جواب بدید. سوالات مربوط به مغناطیس و الغا، سوالات نسبتاً روتین تری هستن که میتونید جواب بدید. چیزایی که شاید کمی سخت‌تر باشه، ناگهان اینا معمولاً آسونه و معمولاً روتینه. چیزایی که سوسوه معلوم نیست، باید نگاه کنی ببینی ارتباط برقرار می‌کنی باشون یا نه. بحث گرما رو داری شما، بحث فشار رو دارید. مثلا فشار در کنکور سال گذشته یه لوله یو شکلی داده بود که تعادل به هم نمی‌خورد. شما یه فست مشترک می‌کشیدید، می‌اومدید مایه‌ها رو ترتیب می‌کردید. اینجا هم همینه، ممکنه یه گاز یه مخزن گاز وصل کنه، اما اگر مایه جدید اضافه کرد تعادل به هم خورد، میتونه جزء سوالاتی باشه که هر کسی نباید پاسخ بده بهش. گرما اگه گفت مثلا یخ منفی 20 می‌خوایم بشه آب 80 یه توان داد گفت چند ثانیه طول می‌کشه، سوال ساده ایه. اما اگه مخلوط آب و یخ بود یه فلز دیگر هم قاطیش کرد چند تا ماده رو اینجوری قیمه رو ریخت نواسا، آره اونو میتونه پاسخ ندی. پس اینا 50-50 تا. بچه‌های رشته ریاضی سوال ترمودینامیک اگر ارتباطی باهاش داری یه تستشو قطعاً میتونی راحت پاسخ بدی. اینا مباحثی هستن که سوسان، حالا من اونایی که تو ذهنم هست رو بهت میگم. عزیزان دل، ساکن الکتریسیته ساکن و میدان الکتریکی و نیروی الکتریکی و این داستانا به علاوه مدار معمولاً سوالاتی هستن که من توصیه میکنم آخر سر بری بهشون نگاه کنی. اگر بتونی چیزی ازش بکنی نوش جونت، نتونستی فدای سرت. وقت صرف اینا نکن، وقت صرف سوالات خفن حرکت شناسی دینامیک ساکن و مدار نکن، چون باید زمان 3-4 تا تست رو بهش بدی آخر سر همون خروجی بهت میده که سوال اندازه‌گیری داشته بهت میداده. دقیقاً برعکس اینا کردم، اول حرکت دینامیک زدم، بعد رفتم گرم و فشار ترمو زدم، بعد رفتم مدارا رو زدم، هسته ای رو که نزدم، شکست رو نزدم، هسته نباشه نزدم، نوسان رو نزدم. خروجیش چی شد؟ خوب زدم، ولی خب فیزیکم خیلی خوب. فیزیکت خوب بود، ولی اگه خدایی این کارو میکردی بهتر میزدی. اگه اونارو میزدم اول مطمئنم مثلا 80 داد. آره بعدن اومدی بیرون مثلا دیدی چه سوال ساده ای بوده که میترسی. نه نگاه نکردی. آره بابا ولش کن، آره ولش کن بابا، برو کاری که دوست دارید انجام بدید و برید سراغ اونا. من میدونی چیکار کردم؟ یکی از کارهایی که بعد کنکور بچا انجام دادم، یه هفته کارم این بود بعد از کنکور خودم. ساعت میذاشتم 7 صبح، بلند میشدم میذاشتم 7:30، بلند میشدم میذاشتم 8، و واقعا لذت. دیوونم خودتی آقا، اینجوری نگاه نکن. آره اینجوری نگاه نکن، من دیوونه نبودم. بذار منطقشو بهتون بگم. وقتی شما میخوابید تا مثلا 10-11 میخوابید عشقشو میکنید، چند بار لذت میبرید؟ یه بار. یه بار موقعی که بیدار میشید لذت میبرید که خوابیدید، حال داده بهتون. من این لذت رو 5-6 دفعه تجربه میکردم، بلند میشدم و با خودم میگفتم بازم میتونم بخوابم، برنامه مطالعاتی ندارم، بازم میخوابم. این کار رو بده انجام بدید. هسته ای، اتمی، بازتاب و شکست، موج، نوسان. قرار نیست همه رو جواب بدیم، هر چی که تونستیم. حتی کسی که تسلطش روی حرکت و دینامیک زیاده، خیلی سوال خوبی بود، مرسی. به خاطر اینکه اون کسی که تسلطش زیاده خودشو مجبور میکنه که بره تست رو حل کنه و تایم 3 تست رو براش میذاره و وقتی تموم میشه اصلا تست رو زده نوش جونش. عذاب وجدان و استرس تایمی داره. آفر، استرس تایمی داره. من شیمی بهترین درسم بود که 30 تا بیشتر نتونستم بزنم، چون تو فیزیک تقریبا وقتم تموم شد. احسن. ببین من میگم ما چیزی که میخوایم بگیریم بقیه رو باش بازی کنیم. آقا
این جدی دارم میگم آقا، جدی آقا، شما ذهنت خرابه. بعد چیزی که میخوایم رو بگیریم، بقیه رو با ریلکسی قشنگ بریم آزمون بدیم. دقیقاً ما با چیزی شروع نکن. چرا ما باید مقید کنیم خودمون رو به اینکه تست حرکت رو اول بزنیم؟ کی گفته؟ کسی بالا سر ما باید اون گذاشته که تو بیفتی تو دام. مثلا من فقط تحلیلم بود که من تست حرکت تو دینامیک خیلی زیاد زدم، پس آها بعد قبول داری وارد تست حرکت شدی، ولش نمی‌کردی تا حلش کنی. همینه. این همه نوشتم نرم به جواب. بعد دقیقاً گزینه‌های اسکولیاب خوشگلی هم می‌ذارن روش. نکته‌ای که وجود داره، یادت تست ادبیات، حالا فکر کنم برای بچه‌ها شما ادبیاتتون هست شده. مال ما اولین سوال کنکورمون تعداد واژ و تک واژ بود. بعد گزینه‌ها 35 37 34 36 لامصب، این خونسا کردن بم میمون. یه دونه، آره دقیقاً یه دونه اشتباه میزدی تو گزینه‌ها بود. خب تعداد واژ ترک باش فکر کنم یادت میاد. آره دقیقاً این ماجرا توی فیزیک هم وجود داره. گذاشته برات که تو دام بیفتی، یا بلد نیستی به خود اولات گویی میفتی توش، یا بلدی درست هم میزنی نوش جونه تایم تو به فنا دادی. نکنین کارو. من میخوام 80 بزنم 90 بزنم. آقا تو درس فیزیک تو بالای 40 بزنی، اگه رشتت ریاضی باشه که فیزیک درس اصلیه، جزو 2000 تای اول. بله تهران قبول میشی مهندسی راحت. بله آقا من یه چیزی هم بگم راجع به تیپ بندی سوالات. بچه اینو خیلی خوب گوش کنید. ببینید تیپ بندی سوالات برای هر کسی متفاوته، برای هر شخصی متفاوت. یعنی تیپ یکی که من میگم ممکنه برای علی یه معنی بده، برای آتوسا یه معنی دیگه ای بده. آره حالا نکتهش خوب دقت کنید بچه‌ها، اینو باید قبلاها شروع میکردید، اگرم انجام ندادید هیچ اشکال نداره امروز بهش فکر کنید. اگه این یکی دو روز قرار تست بزنید انجام بدید، مطمئن باشید سر جلسه کنکور اگه با یه EQ هوش هیجانی بالا هوشیار باشید، خوابتون نبره. نرید تو دل تست بعد 3 دقیقه بیای بیرون بگی چی شد، من کجا بودم، داشتم چیکار میکردم. قشنگ مسلط بدونی داری چیکار میکنی. میزنم نمیزدم، کد 1 پاسخ میدم، نه استرابی نه استرسی. نها کنید تیپ 1 تست هایی که دیدم حل کردم و زمان بر نیست. تعداد تست هایی وجود داره که اینش داشتید، یا تو کلاس من دیدید، یا تو کلاس های دیگه دیدید، تو جزوتون تو کتاب کار کردید، زمان برم نیست، میدونی باید چی کار کنی، همون موقع حل میکنی جواب میدی. گزینه رو تو پاسخ برگید میزنی، انشالله که پاسخ برسه. حالت 2، دیدم حل کردم ولی زمان بره. میدونم چیه، من میدونم باید این بار الکتریکی و میدانش رو حساب کنم، مساوی این قرار بدم، بعد اینا رو جابجا کنم. دیدی ولی میدونی طولانیه، اینو حل نمی کنی. کنار صورت سوال شماره سوالش می رسی 2. گام 3، مبحث را بلدم ولی تا الان حل نکردم. آقا این حالت 3 برای خیلی ها به وجود میاد. فرمول میدونه تا حالا بچه خیلی شده الان بگم میگید آها آره آها، واردش باید بشه، شروع کنه عدد گذاری محاسبات انجام بده، بره ببینه میرسه به جواب یا نه، میدونه ماجرا چیه، ولی تا حالا عینش رو حل نکرده. اینم حل نمی کنی. و گام 4، تا الان ندیدم مبحث رو اصلا حذف کردم، نمیفهمم سوال چی میگه اصلا، اون که خب تکلیفش روشنه. نکته اینجاست فقط 1 رو پاسخ میدید و بقیه رو شماره تیپ رو کنار صورت سوال مینویسید. آقا چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنید شما مثلا از 30 تا سوال، مثال میزنم، از هر 10 تا بگیم، از هر 10 تا سوال یه دانش آموز متوسط چند تا 1 داره؟ از هر 10 تا داره 3 تا رو باید داشته. 1 یا 2 تا یه دانش آموز متوسط از هر 10 تا 1 یا 2 تا تست 1 داره. بچه‌ها ببین من دارم بهت آرامش میدم ها، یعنی دانش آموزی که شروع میکنی فیزیک رو، تست اول رو بلد نیستم، دوم رو بلد نیستم، دستا شروع میکنه به لرزیدن، تست سوم رو بلد نیستم، عرق کردم، چهارم دیگه نمیگم، یه سری اتفاقات دیگه. دختر گل، پسر عزیز، شما از هر 10 تا تست 1 یا 2 تا باید 1 داشته باشی. همین
تستا تموم شد، فیزیک تموم شد، کلن 4 تا 5 تا 6 تا دونه یک زدی. فضا سره، اصلا 3 تا یا 6 تا یا 7 تا دیگه بستگی به لولت داره. حالا چقدر از تایم رفته؟ وقتی ما به همه رو بخونیم و فقط 5-6 تا حل کنیم، فکر میکنم حالا مثلا نصف تایم فیزیک رفت. مثلا من داره همه رو بدبینانه تا این حالت ممکن میگم. میاد سراغ 2، نمیره سراغ درس دیگه. میاد سراغ 2، 2 رو حل میکنه، آقا به آخرای 2 میرسه تایمش تموم میشه. این داشتان زد خوشحال چه یا ناراحت؟ چرا باید خوشحال شه؟ به خاطر اینکه دقیقاً چیزایی که میتونست براش نمره منفی بیاره رو نرسیده. این دوتا مستعد اینه که درصد تو رو کم کنه. نرسیدی بهش، چه بهتر تایمتو مدیریت کردی دوتای اول رو بزنی. اینو گفتم ترکیبش کنم با بحث قبلیم. اگه میگم هسته ای اتمی با ساب شکست موج نرسان، عزیز دل من، نه اینکه بری همه رو درو کنی، همه رو به خودت بگی من آقا گفته اینا رو باید حل کنم. از بین اینا یکاشو جواب میدی، از بین اینا یکا، همه یکا، ولی ترتیب اینجوری باشه. ممکنه یکای اینا فقط بشه 2 تا، بشه 3 تا، فدا سرت. تو 2 رو داری، تایمتو داری مدیریت میکنی. این خیلی بهتر از اینه که بری وقتتو بذاری روی تست، حتی اگه 3 و 4 باشه و آخر سر از یکای آخر بمونی. 4-5 تا تستت میتونستی بزنی و نزدی. ما میخواییم بریم همین کار رو توی کنکور انجام بدیم. شروع کنیم آقا. من تستا رو پاسخ، ترتیب سوالات همونه، 156-157 تست ریاضیه خارج 1400 کنکور 1400 خارجه. میخوام با همین ترتیب، من دقیقا میام اینو رد میکنم. سال اولم اندازه گیریه، خب میتونم جواب بدم میتونم جواب ندم. میخوام طبق ترتیبی که خودم گفتم پایبند بشم، حرکت رو رد میکنم، نگاه نمی کنم، میدونم بعد حرکت دینامیکه که باز هم نباید نگاش کنم، ردش میکنم، میرم سراغ آخر 12 سراغ اتمی و هسته‌ای. یه ذره دیگه میایم. خب این یه دونه اتمی داریم اینجا، اینم اتمیه، اینم اتمیه و هسته‌ای، فکر کنم همینه. آره اینکه ساکن میام سراغ هسته‌ای. من به بهانه حل سال یه سری نکات رو هم براتون مرور میکنم. میگه هسته 234-90 با واپاشی بتای منفی عدد اتمی هسته دختر چند برابر عدد نوترونیشه؟ حتما خط بکشید صورت سوالو، معادله بنویسید. خواهشن اگه سختتونه معادله بنویسید. میگید من یه عنصر توریومو دارم که 234 بتا چیز واپاشیشم، عدد اتمیشم 90، میدهد یه هسته دختر به علاوه یه دونه بتا منفی. میدونی که باید عدد اتمی بتا منفی که همان الکترون منفی 1 و جرمیش که 0 رو بنویسی. 90 به مساویه با چیه به علاوه منفی 1؟ قطعا این باید 91 باشه. 234 مساویه چیه به علاوه 0؟ این هم باید 234 باشه. ولی یه نکته اسکولیاب اینجا داره، سوال نگفته که جرمی چه، اتمیو گفته ولی اونور گفته نوترون. نوترون ها میشه چی؟ این 234 رو منهای عدد اتمی میکنی تا به تعداد نوترون ها برسی. 90 تا کم کنی آقا، 100 تا کم کنی بشه 134، 9 تا اضافه کنی، 134 با 9 میشه 143 اگه اشتباه نکنم، 134، آره 143. این شد نوترون ها. گفته اتمی که 91 چند برابر 143 هست، گزینه 4. ناکن قطعا شروع با این به آرامش خاطر میده بیشتر تا بری سراغ حرکت شناسی دو متحرک حل کن. میای سراغ اتمی. تو بحث اتمی این سوال تو کنکور 1400 یه سوتی داده، میشه از گزینه سوال قبلیش استفاده کرد. خب حالا من میخوام آره همین کار رو انجام بدم، حالا بعد میام نکتش هم میگم. میگه شکل زیر تعدادی از ترازهای انرژی اتم هیدروژن را نشان میدهد، کدام گذار بین دو تراز میتواند به گسیل فوتونی با بسامد اینقدر منجر شود؟ ببینید یه فوتونی، یه الکترونی جابجا شده، یه فوتون شلیک کرده بیرون با این بسامد. شما اول باید بیای ببینی انرژی این فوتونه چقدر بوده.
اگه طول موج بهت بده اچ سی لاندا اون مینویسی، چون بسامد بهت داده اچ اف مینویسی. اچ رو بهت داده 4 ضرب در رفتار منفی 15، اف رو بهت داده 4.75 ضرب در رفتار 14. 4 تا 4.75 میشه 16 با 3 19 با یه دونه اینا دفتر منفی 1.9 الکترون ولت، چون این الکترون ولت. حالا این چیه؟ انرژی فوتونه رو پیدا کردم، یعنی بسامد رو تبدیل کردم به انرژی. بچه ها این فوتونه انرژی که آزاد کرده معادل چی بوده؟ همان اختلاف انرژی ترازهای مبدا و مقصد بوده. یعنی یه الکترونی از مبدأش را افتاده اومده پایین به مقصد و اینقدر انرژی آزاد کرده. شما باید بیاید ببینید کدام دوتا تراز انرژی حدود 2 الکترون ولت انرژیشون فرق داره. کسایی که بلد باشن میدونن باید آقا اینا رو حفظ کنن. تراز 1 منفی 13.6 تو هیدروژنه، تراز 2 منفی 3.4، تراز 3 منفی 1.5، تراز 4 حدوداً منفی 8، هم تراز 5 بچه حدود منفی 0.5 و بی نهایت هم میشه 0 المساوی بی نهایت. این مال تراز 5، من اینم نوشتم که تو سال بعدی ازش استفاده کن. اینا رو حفظ باشید. 13.6 3.4 1.5 85 صدم 8 صدم 7 8 دهم 7 دهم بهش میگن 0.5. الان بین کدوم دوتا جا به جا شده که حدود 2 الکترون ولت؟ الان اختلاف بین این دوتا حدود 10 الکترون ولته. بچه 1.5 تا 3.4 بوده که جابجا شده، پس از 3 اومده به 2، N3 به N2. اینجا یه ذره تایپش ناخواناست، گزینه 1 میشه. بچه این شد یه دونه اتم. اینجا هم همینطور شما میتونید این انرژی ها رو اختلافش رو حساب کنید. میگه کاو الش چقدره؟ الان اختلاف انرژی این دوتا چقدره؟ انرژی 85 صدام تا 544 هزارم الکترون ولت، حدوداً میشه 0.4 مثلا، 0.4 الکترون ولت حدوداً، 3 خورده. خب بعد میرید ببینید کدوم جا به جایی بینشون هست که اگه نگاه کنید میشه بین 5 به 4، 0.5 تا 0.8. یعنی کا که مبدأش بوده بالا بوده، 5 به 4 گزینه 1 میشه. خب دارم طبق همون روال پیش میام، هسته ای رو زدم، اتمی رو زدم، حالا یه دونه آزمایش فوتوالکتریک داریم برای بچه های ریاضی، میخوام مشترک حل بکنم. انرژی فوتونه دیگه بذار همه رو نمیخوایم حل بکنیم، یه دونه برای ریاضی ها حل بکنم، یه دونه برای ریاضی ها حل بکنم، یه دونه مختص خودشون. سال 172 میگه رشته ای با بسامت های متوالی تشدیدی یک تار، یک تار دو انتها بسته به طول 50 سانتی متر عبارتند از، میگه بسامت های متوالی بچه ها 150 225 300. خب تندی انتشار در تار چقدره؟ ویو میخواد. یه نکته وجود داره، اختلاف بسامت های متوالی مساوی بسامت پایه است، هماهنگ 2 منهای 1، 3 منهای 2، 4 منهای 3، بسامت پایه میشه. بسامد پایه یا F1 میشه V به روی 2L. خب ارادت، خیلی مخلصم استاد ترکیان عزیز، استاد مسلمش عزیزی شما. آقا یه شیمی فیزیک بزنی؟ خیلی مخلصم، دم شما گرم. 150 تا 225 75 تا اختلاف دوتا بسامد متوالیه، این 75 تا همون بسامد پایته. خب علم که بهت داده دیگه، یعنی وی به روی 2 تا 50 نذاری یا 1/2 متر شده 75. اینو با این بزن تندی انتشار میشه 75، گزینه 1. پس طبق آقا ما یه استراتژی دادیم به بچه ها. آقا چه سالیه؟ این مال 1400 ریاضی خارجه. منم ریاضی خارج 1400. ایوه استثنا همایی نکرده بودیم ما. خب یه استراتژی دادیم برای بچه‌ای هم که جدید به ما اضافه شدن، گفتم آقا از 12 شروع نکن، از شروع سوالات شروع پاسخ دهی تو نیست. درست. حرکت دینامیکو میذاره برات اونجا وقت تو بگیره، یا بلد نیستی به فنا میری یا بلدی تستش هم میزنی ولی 3 تا تستو شهید کردی براش. درست. از آخر 12 همون کارو دارم الان انجام میدم. آقا هسته اتمی رو
خیلی راحت تره. الان دیدن بچه ها دو سه تا تستشو حل کردیم، خیلی هم هلو تره. ایوه آره دیگه، مشترکم هست دیگه. هسته ای اتمی با شما واپاشی ها هم دارید؟ جان؟ واپاشی ها هم دارید؟ نه واپاشی ها دیگه کم دیگه، نه خیلی هست شد. هست شد خب. واپاشی هست دیگه، هست شد دیگه. حالا داریم پس اینو زدیم. یه دونم سوال جان، چند تا سوال بچه‌ها مثلا می‌زنن؟ گفتم بهشون ببینید بچه دانش آموز متوسط اگه با این کاری که من گفتم پیش بره واقعا میتونست 40 بزنه. ما چند تا اون کشور زدیم؟ 22 تا سوال داریم دیگه. ما گفتیم 22 تا دیگه. آره خیلی دیگه، دست بالا 22 تا میتونستن 45 بزنن. خیلیه با به خدا. بچه ریاضی هر جای تهران مهندسی بخواد قبول میشه. حالا من نمیگم مثلا میره برق شریف، ولی مهندسی که بخواد تهران روزانه قبول میشه. دانش آموز رشته تجربی هم میتونه بیاره پزشکی ها رو توی کشور. حالا تهران نه، ولی میتونه بیاره. حالا این مهم چیه سینا جان؟ مهم اینه آقا خانوم، مهم اینه شما ایکیو بالایی داشته باشی. من میگم ایکیو یعنی که خودت به خودت مسلط باشی. آزمون مثل یک رودخونه تو رو با خودش نبره. آره و درگیر سوال، من خودم تو دوران دانش آموزیم درگیر یه سوال میشدم، بعد کل میافتاد خودم با خودم. بعد دو سه دقیقه میگفتم تو چرا لنگه این موندی؟ خب برو بعدی. تو انتخاب کن با آرامش چیزی که میخوای از آزمونت بگیر. خب یه آرامش زیادم باشه مثلا نه دیگه، آرامش با هوشمندی دیگه. دقیقا. آقا یه دونه از این سوالات تندی انتشار حتما بچه ها دارن. حالا یا تو قالب مسئله است میاد این نکات رو بررسی میکنه، یا اینجوری مفهومیه که ما با هم تو همایش صد تستمون گفتیم، هم تو کلاس سالیانه، هم تو نکته و تست، همه رو گفتیم. میگه موج عرضی سینوسی از یک قسمت نازک تناب به قسمت ضخیمش میره، بسامد و طول موج آن به ترتیب چگونه تغییر میکنه. بارها و بارها گفتیم ببین این فرمول شما دارید، لاندا مساویه با وی اف اوم. عزیز دل من بسامد وابسته به چشمه است، یعنی حتی اگر محیط عوض شه موج آب از قسمت عمیق بیاد تو کم عمق، تناب جنسش عوض شه مهم نیست، چشمه همون چشمه است. پس بسامد تغییر نمیکنه. گزینه یک ثابت، تیکه اولی ثابت میماند. حالا اما لاندا چی؟ لاندایی که پرسید، لاندا نگاه میکنه به وی و اف، و اف که تغییر نکرده میمونه وی. دلت میخواد جان رابطه مستقیم داره، میخوای بری وی رو تحلیل کنی. یه دانش آموز یه ذره باهوش باشه، آقا به نظر شما میخوام بگم مفهومی هم میشه جواب داد، یه تناب نازک موج میره تو تناب ضخیم، جایی که سنگین تره، تندتر میره یا آرومتر میره؟ کندتر میره دیگه. یکی دلش میخواد اصلا فرمول بنویسه، فرمول بنویسه رادیکال اف به روی مو، رادیکال اف ال اموم، رادیکال اف به روی رو آ. دیگه خفن ترین فرمولی که میتونه بهت بده، دو دیوم رادیکال اف به روی پی رو. گفتم برای مرور تو، اصلا این تست نمیخواد تو اینا رو بلد بشه. نهایتش اینه که مینویسی آقا ضخیم بشه یعنی مساحتش چی بشه؟ بیشتر. مگه تو مخرج نیست؟ وی کم میشه. خب اینو میدونستیم خودم. بعد وی کم شه لاندا هم کاهش پیدا میکنه، پس میشه گزینه 4. یه سوال شبیه به این دارید، میتونه بره تو نقش موج بده، میتونه بیاد اینجوری بپرسه، میتونه درصدی بپرسه، یعنی بیاد بگه تندی انتشارش مثلا 20% افزایش میدیم، یا بیاد تو اینا بگه مثلا مساحتش رو 20% افزایش میدیم. شما هی درصدها رو اعمال میکنی به لاندا میرسی. اینجا یه چهار کسره دارید، خب یه چهار کسره دارید. چهار کسرمون چیه؟ سینوس تتا 1 به سینوس تتا 2، وی 1 به وی 2، لاندا 1 به لاندا 2، ان 2 به ان 1. ضریب شکست رابطه عکس داره. انتخاب دو کس از این چهار کس به عهده توه. میخونم، میگه شکل زیر جبهه های موج الکترومغناطیسی را نشان میدهد که از محیط 1 وارد محیط 2 میشه. تندی نور در محیط 1 چند برابر 2ه؟ آقا چی رو میخواد؟ اینو میخواد، وی 1 به وی 2 رو میخواد. من لاندا دارم اونجا یا زاویه دارم اونجا؟ اینجا زاویه. لاندا رو داده زاویه. ولی هیچ حرفی ازش نزده، میخواد گول بزنه.
ولی زاویه ها مشخصه. یک نکته دیگه ما بارها به بچه ها گفتیم تو مرز جدایی دو محیط. عزیزان شما یه پرتو دارید که مثلا میتابه، حالا خمیده میشه، میدونید که باید مرز جدایی بکشید. زوایایی که ما میخوایم آقا ترکیان، زاویه بین پرتو با خط عموده، ما به این میگیم تتا یک، به اینم میگیم تتا دو. حالا اسکولیابش چیه؟ دانش آموز درگیرش میشه، میاد اینجا رو بهش میده، متممش رو بهش میده که دیگه حداقل ها رو بدونه باید از 90 کم کنه. اما یه زاویه دیگه هم داریم که این زاویه احتیاجی به تبدیلش نیست، بعضی میان تبدیل میکنن. ما میدونیم پرتو از کجا اومده، خطیه که عمود بر جبهه موج بوده، اینشون جبهه است، همچنین این پرتو، این جبهه. زاویه بین جبهه با مرز جدایی شاید جاش با این فرق کنه، ولی همون تتا یکه. این اینجا زاویه بین جبهه با مرز جدایی همون تتا دو است، یعنی نمیخواد بره تو فاز مثلثات اینو به این تبدیل کنی. مینویسم اینو، زاویه جبهه با مرز همان زاویه پرتو با خط عموده. رو این حساب بریم رو شکلمون، فلشو کجا می‌داده؟ گفته محیط یک اینجاست. این درسته که زاویه بین جبهه با مرزه، ولی خود تتا یک منه. این زاویه 30 درجه خود تتا دو منه، پس کسر دومم سینوس هاست جایگذاری میکنم. نسبت V1 به V2 رو میخواد، میشه سینوس تتا 1 به تتا 2. تتا 1 مگه 45 درجه نیست؟ تتا 2 30 درجه، میشه رادیکال 2 دوم به روی 1 دوم، میشود رادیکال 2. آقا سخت بودی؟ من واقعا فیزیکم خیلی بد، ولی واقعا خیلی شدنیه، قشنگ شدنیه. یه تست شکست راحت میتونن بزنن، یعنی تو مپ شاید باستاب رو ناکن. من داشته میخوام واقع بین باشیم، این روزا دیگه روزای هیجانی نیست بیام بهت بگم برو به ترکون به آتیش میکشی همه تست رو، باید منطقی عمل کنیم. شاید یه تست مثلا باستاب داشته باشی، فکرم نداشت، آره تو 1400 نداشت، آره یه باستاب داشته هی میخوره به این میخوره به این، اونا نکته تستی داره، ولی الان وقتش نیست. اگه دیدی اذیت میشی ولش کن، شکستشو بزن. آره دیگه آقا ما شما نبودید، من گفتم فیزیک یکتون تموم شد، اونایی که بلدید زدید تایمش رو نگه دارید، دعا رو بزنید بعد برید شیمی با اجازت. خب بریم سراغ یه دونه از اینا. میگه شکل زیر موج مکانیکی عرضی سینوسیه، پس از این لحظه تندی کدام ذره زودتر تندیش صفر میشه؟ خوب گوش کن. ببین ما معمولا عادت داشتیم پاره خطی که نوسانگرمون روش نوسان میکرد افقی باشه. آقا تاب، شما میخوای تاب بخوری وسط تندیت زیاده یا گوشه ها؟ وسط، یعنی میای اینجا با سرعت رد میشی تو گوشه ها وای میسی برمیگرد، درسته؟ یعنی گوشه ها تندی چنده؟ گوشه ها تندی صفره، وسط تندی ماکسیموم. حالا این پاره خطه رو 90 درجه برگردون، بالا پایین بره، به جایی که نوسانگر اینجوری بره اینجوری اینجوری بره. خب تمام این ذرات دارن اینجوری حرکت میکنن رو پاره خط موج مکزیکی استادیوم. چجوریه؟ من به عنوان یه تماشاگر، شما خیلی تجربهشو ندارید تو استقلال، یادت نمیاد. یعنی اون موقع که شما استادیوم قهرمانی میرفتید احتمالاً آره جام آزادگان بوده جام، ولی من زیاد چشیدیم اینا تو پرسپولیس. آره موج مکزیکی که شادی قهرمانیه، ان شاءالله شما هم تجربه میکنید، وقتی موج میاد تماشاگر بلند میشه میشینه، این ذرات اینجوری هن رو پاره خط خودشون میرن. آقا سینا یه اصلاح نظر کن، یه تجدید نظر کن آقا. آره آره این بالا پایین میره. الان گوشه ها جایی که من میخوام تندی صفر بشه، مگه گوشه ها نمیشه؟ یعنی میشه این بالا بالا یا پایین پایین برای هر کدوم. اینها اینجاها وی صفره نه وسط. حالا یه نکته داشتیم، میگفتیم این ذره ها از کجا بفهمیم کدوم وری میخوان حرکت کنن؟ در جهت انتشار. چشممون رو میذاریم رو اون نقطه، الان مثلا نقطه آ سمت راست رو باید ببینه، جهت انتشار سوال به آن میگه، راست رو میبینه. اگه قله اول دید کدوم وری میره؟ میاد پایین. اگه دره دید اول میره بالا، برعکسه. الان ایشون داره کی میبینه؟ قله. بعد بیاد پایین. کی به وی مساوی صفر میرسه؟ اوه بعد بیاد تا پایین.
اینجا که ویسف نمیشه، پایین پایینه. بی کیو میبینه اول؟ سمت راست رو باید ببینه، چپش رو نمیبینه، انتشارش در جهت راست. در سمت راست خودش اول چی میبینه؟ دره میبینه، پس میره بالا. چقدر زود رسید، چقدر زود رسید گوشه هایی که وی صفره. سی چی میبینه؟ باز دره میبینه، سمت راستش رو میبینه بچه ها، چون انتشار چشم اینجاست، این چشمه داره راست پایی میبینه، میره بالا، اینجا میرسه. این چی؟ این ادامه داره دیگه، اینجا قله میبینه، میاد پایین. الان کی زودتر از همه میرسه؟ فلش کی از همه کوتاه‌تره؟ به خدا، به خدا همین. نه جدی میگم، واقعا آسونه، خیلی آسونه. بیا یه سوال بریم سوال بچه رسیدیم به نوسان ها، داریم دوازدهم میریم، داریم میایم عقب. وزنه ای به جرم 200 گرم ثابتش 200 روی سطح افقی با دامنه که میدونم آه حرکت هماهنگ ساده، همین حرکتی که پاره خطش کشیدم میره میاد، مسافتی که نوسانگر در مدت 0.1 ثانیه طی میکنه چند سانتی متره؟ هزاران بار آقا سینما رو بچه‌ها گفتیم این گویش رو دارن قطعاً. یه بازه زمانی بهت میده، میگه تو اون بازه زمانی چه اتفاقی میفته. حالا این اتفاقه میتونه مسافت باشه، میتونه تندی متوسط، سرعت متوسط، تو این بازه زمانی چند ثانیه تند شونده میره، چند ثانیه کند شونده میره، یه چیزی رو تو این بازه زمانی میپرسه. تو رو هوا نمیتونی بگی این بازه زمانی چه، باید تیو پیدا کنی. الگوی زمانی ما دوره تناوب بمونه. حالا دوره تناوب چه جوری حساب میشه؟ یا به ما معادله مکان زمان میدن، یا یه نمودار میدن، یا دیتایی رو میدن که به دردت بخوره. خب سامانه جن فرره، دوره تناوبش میشه 2π رادیکال ام کام. 2π ضرب در رادیکال امش چقدر؟ 200 گرم 0.2 کیلوگرم، 2 بالا 10 پایین. کاش چقدر؟ 200. اینو ضرب در 200ش میکنم. خب حالا من یه ذره سریعتر دارم حساب میکنم. این دوه با این میره پایین، 1000 میمونه، 1000 صدش میاد بیرون میشه 2π، 10 ضرب در 1 به روی رادیکال 10. خودش گفته بود من تو ادیتم نیاوردم که آقا پی و پی 2 رو 10 بگیر، پی به توان 2 رو 10 بگیر. اینجا میگن آفرین، یعنی پی رو بگیر رادیکال 10، این میشه 0.2 ثانیه. آقا 0.1 ایشون چقدر دوره تناوبه؟ یعنی ما بچهای خودم به تی تی اوم میشناسن، اینو میگم تی تی اومو بنویس. 0.1 چقدر 0.2؟ 0.2. یعنی اون بازه زمانی که سال بهت تایم داده این تی رو ببر اون بعد تی دومه. توی تی دوم این نوسان ما بود، نوسانگر من از اینجا راه میافتاد، میرفت میومد میشد یه تی کامل. تی دوم یعنی فقط باید بره، این شد فقط تی دوم. خب هر کدوم از این پاره خط‌ها یه دونه دامنه است. چند تا دامنه رفت؟ این تو دوتا رفت، 2 تا 4 سانتی‌متر میشه 8 سانتی‌متر. درست شد؟ تایم رو پیدا کنی کارت تمومه. میشه بی زحمت در من اصخایی میکنم خواهش مونم. من قبل خاطر بچه ها خودشون هم میبینن که چند تا سوال میتونم بزنن، این سوالی که میتونم بزنن و اونه که واقعی میتونم بزنن هایلایت کنم ببینیم چند میشه. آره چند درصد حله حله. اونایی که واقعا حالا این 1400 معیاره، من این به بچه‌ها گفتم امسال هیچ چیزی ممکنه مثلا الان میگه مات فیزیکه. خب حالا ما رو سختش حساب میکنم. نه به نظر شما هست نیست؟ نمیشه گفت. من اعتقاد دارم امسال، نظر شخصیم، اصلا به حساب پیش بینی و این داستانا نمیشه گذاشت. من نظر شخصیم اینه که به شدت کتاب محوره، نه اینکه آسونه، شبیه سوالات کتاب درسیه. بله، یعنی سوالای کتابو میان اوکی. الان مثلا هسته ای رو به نظر من بچه‌ها میتونن جواب بدن، این یه تست دیگه. از اتمیا یه دونه رو قطعا میتونن جواب بدن دیگه. حالا اینم اتمی بود نزدیم، برای بچه ریاضیه ها، حالا ما کلا داریم میگیم. از موج واقعا یکی یا حتی دو تا رو میشه جواب داد. الان من چون همین کنکور رو دارم تحلیل میکنم، اجازه بدید اونها همینا رو بگم. این چطور بود آقا؟ یه دونه شکست، یه دونه تراز شدت صوت، ممکنه ترکیبی بشه، ممکنه ترکیب اگه خیلی آسون باشه میشه ترکیب بشه، نه نقش موج. اینو الان ما زدیم، دیدی چقدر آسون بود.
خودمون هم نیوردیم کنکور. این آسون بود یا نه آقا؟ نوسان یه دونه بزنیم. آره اینجا فرموله، اینجا باید فرموله واقعا، واقعا فرموله. آقا چقدر من وقت دارم؟ آقا شما هر چند دارید که دوست دارید؟ نمودار مکان زمانه، بعد میخوام چند تا پایه بزنم. ایوه. نمودار مکان زمان نوسانگری به جرم 200 گرم میگه نیروی خالص وارد به نوسانگر تو لحظه تی یک چقدره؟ اینجا نیرو رو میخواد. فرمول داره سینا جان. F هستش منفی M X اومگا 2. فرمول شاید بلد باشن. چی رو نداریم الان تو این لحظه؟ M رو داریم؟ آره داریم. X هم داریم، اومگا رو نداریم. این همونیه که میگم یه چیزی رو نمیده باید به حساب کن. اومگا براش تی میخوایم. محور افقی زمانه، شابلون زمانیمون دوره تناوبه، ولی هر عددی که به هم میده قبول نمی کنم. هر کدوم از این تیکه ها تی چهارمه. یه دونه تی چهارم، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا. پس پنج تا تی چهارم هستش پی چهارم. این با این میره تی من میشه پی پنجم. اومگا دو پی تیومه، دو پی تیوم، دو پی به روی پی پنجم، پی ها با هم میره میشه ده. حالا میایم اینجا امش شد، منفیش مهم نیست چون ایکسمون هم منفی. البته که اندازه میپرسن معمولا. اممون 200 نیست، 0.2 کیلوگرمه. شما گرم میگیرید تو شیمی. آره ایکس 1.5 سانتی متره میشه 1.5 صدم متر ضرب در امگایی که 10 به توان 2 صد، این میشه 0.3 گزینه 2. واقعا آسون. حالا از نقش موج میتونن تندی انتشار بهتون بدن بچه ها، وی بهتون بدن، بعد این محور رو جا به جای مکان کنن، برید لاندا رو پیدا کنید، بعد از لاندا به تی برسید، که حالا همه این تستا رو حل کردیم. بچه ریاضی چند تا سوال دارن؟ بچه ریاضی امسال کم شده 40 تا سوال دارن. تجربی چند دارن؟ 35 تا. تجربی که مثل شیمیه؟ برای بچه ریاضی شیمی 30 تا دارم. آره خب آقا یه آسانسور بریم؟ سوال تقریبا قطعی؟ آره دین آسانسور خیلی معروف. میگه شخصی به جرم 60 کیلوگرم درون آسانسور روی ترازوی فنری قرار داره. آقا یه سوال بپرسم، چرا طرف تو آسانسور خودش رو بس کنه؟ به خاطر اینکه شما وقتی لیتیوم رو ترکیب میکنید با برو دیگه، برو به والا به خدا، والا به خدا و این نوناشون. آقا تو آسانسور یه فرمول کلی وجود داره، چهار تا حالت ممکنه تو آسانسور به وجود بیاد، خارج از این چهار تا حالت نیست. یا یه آدم رو کفه، یا با یه فنر به سقف وصله جسم ما، یا با تناب به سقف وصله، یا با یه نیروی به دیوار هل داده شده. تو همه اینا ما یه نیروی رو به بالا داریم، یه نیروی رو به پایین داریم. اینجا همشون نیروی رو به پایینشون وزنشونه که از طرف زمین داره بهشون وارد میشه. اینجا چون رو تکیگاه FN نیروی عمودی تکیگاه داره، اینجا چون فنر کش اومده مگه نمیخواد بسته شه، سعی میکنه فنر جسمو با نیروی F کشسانی بکشه بالا، اینجا با نیروی T میکشه بالا، اینجا یه استیکاکی که مانع از سر خوردن این جسم میشه. همیشه نیروی بالا منهای نیروی پایین مساوی ام آن. این سوالو میخوام حل کنم. بله اف بالا منهای اف پایین، حالا هر کدوم از اینا باشه مساوی ام آن. این سوالو میخوام حل بکنم، ولی نه با این روشش تشریح تر، یه ذره خوشگل تر. میگیم شروع به حرکت میکنه، رو به بالا شروع به حرکت کرد، یعنی دفعه اول آمو مثبت، و در حالت دوم آسانسور با شتاب دو رو به پایین شروع به حرکت میکنه. یعنی اگر اونو میگی آ، اینو باید بگی منفی دعا، رو به پایین شروع برگ. اختلاف عددی که ترازو نشون میده بچه فرمول، الان جسم روی ترازوه، کدومه که این چهارتا هست؟ روی کفه، یعنی FN منهای MG مساوی MI. من اگه بخوام طبق روال حلش بکنم، دو بار باید این معادله رو بنویسم، یه بار برای حالت اول، یه بار برای حالت دوم. ولی من میام یه حرکت میزنم، من میام روی این فرمول دلتا اعمال میکنم آقا، یعنی هر چیزی که تغییر کرده رو مینویسم، هر چیزی تغییر نکرده دلتاش میشه صفر.
دلتا FN مگه خودش نگفته اختلاف عددی که ترازو نشون میده 270 بله میشه 270 یعنی مهم نیست چند بوده چند شده 270 تغییر کرده آقا ام جی آدم عوض میشه نه جرمش نه جی عوض نمیشه این صفر میشه دلتاش تغییر آره امش تغییر کرده جرمش آره نه تغییر نکرد همون 60 کیلوه ولی شتابش تغییر کرد شتاب آ شده دو آ چند آ تغییر کرده خیلی ها میگن یه آ تغییر کرده دو آ آیی که روبه بالا بوده یعنی مثبت آ بوده شده منفی دو آ آ منفی دو آ سه تا آ تغییر داشتیم اینو با این ساده میکنیم صفرش با این میره این به سه یک این به سه نه نه شیشون میشه یک کنیم یا سه دوم واقعا دوبار احتیاج نبود ولی اگرم سوالی بودش که با فرمول مستقیم اینم بهتون توضیح دادم که بتونید حل کنید خب دیگه وارد شدنی بود آره چون تعداد زیاده توی ریاضیه بذارید اونایی که گفتم بچه ها کمتر سراغش برید و بذارید حل نکنم اونایی که اعتقاد دارم میتونن حل کنن رو براشون حل کنم بریم سراغ پایه بچه خب سراغ ساکن نمیرم چون اعتقاد دارم شما هم باید هوشمندانه حذفش کنید سراغ خازن میرم این سوال آقا من همین الان هایلایتش میکنم اصلا قبل اینکه حل کنم 10 دفعه من تو نکته و تست تو همایش گفتم اینو بخونید میگه خازن شارت شده ای را از مولد جدا میکنیم مهمترین عبارت همین سال عزیز من خازنی که از باتری جدا میشه کیوی ثابته اگه به باتری وصل باشه بری انگولکش کنی ولتاژش ثابته اینو یادت بمونه در حالتی که بار الکتریکی آن ثابت میماند عایقی بین صفحات خازن را پر کرده عایقی که بین صفحات خازن را پر کرده خارج میکنیم بچه دی الکتریک رو داره بر میداره یعنی هوا میمونه جاش پس کا کم میشه اگر ثابت دی الکتریک 2 باشد یعنی 2 بوده باشه پس این چند برابر میشه 1/2 داره میشه ظرفیت سی اختلاف پتانسیل وی به ترتیب و انرژیش حالا انرژیش که برای امسال بچه ریاضی شده چند برابر میشن اول با ساختمان میرم کا اپسیلون صفر آدیوم آقا کا چند برابر شده پس سی هم میشه 1/2 تو نیستی یا توی سی مساویه با کیو به روی وی چی ثابته؟ آقا ترکیان کیو ثابته لطفی کنی جواب میدی یا سی با وی چه رابطه ای داره؟ اکس پس وی چند برابر میشه؟ دو برابر میشه گزینه یک سال بعدی من میخوام سرکیز شما عزیز دلی حالا اگه میدان رو میپرسید بذار اینو بگم چون انرژی نیست برای بچه‌های تجربی خیلی محتمل میدان رو بپرسه بچه اگر V ثابت بود کی V ثابت بود به باتری وصل باشه میدان رو با فرمول ویدیوم تحلیل کن اما اگه مثل الان Q ثابت بود از باتری جدا شده بود میدان رو با فرمول Q به روی کا اپسیلون صفر آ بررسی کن این فرمول تو کتاب نیست نیستش اینو گفته فقط گفته خودت باید بری اینو بتونید تعیین کنی بعد دقیقا تستی میدن که گزینه اسکولیابش برای کسایی که با این میرن تحلیل میکنه یعنی سومی آره میان اینو تحلیل میکنن خب مدار رو هم ترجیح میدم این اینم که حذف برای امسالتون ولی مدار رو ترجیح میدم رها بکنم اونایی رو بپردازم بهش که آها اینج مغناطیس یکی از مباحث پایه‌ای بودش که گفتم اوکیه و میتونید جواب بدید آقا الکترون چیزی که تو ذهن من میاد بارش منفیه ده. یعنی اگه تعیین جهت نیرو بود بچه با دست چپ انجام میدید تندیشو به هم داده وارد یک میدان 2000 گاوسی میشه در این لحظه نیروی وارد بر الکترون چند نیوتن در کدام جهت آقا دوتا مبحث داریم ما معمولا این دوتا پایه ثابتن که گزینه‌هاش دو قسمتی هن. یعنی یه قسمت جهت یه قسمت اندازه است یعنی هم بچه‌ها باید تعیین جهت کنه هم اندازه یه دونم تو الکتریسیته ساکنه مثبت منفی رو باید تعیین کنن اینجا تو انرژی پتانسیل اینا نا کنید منفی مثبت با عددهای اول با چی شروع کنیم اول با اون علامت یا جهت شروع کنیم دو تا رو بندازیم بره دست چپ ما میدونیم کف دستمون باید میدان باشه بیا قلم میذارم که سوتی نده کف دست میدان
دست چپ ها بچه ها، چهار انگشت که سرعت به زور به چرخونش پایین چپ، اشکال نداره این یه ذره خم شه. شستم چی شد آقا؟ برونسو شد. برونسو نمادش نقطه است، برونسو در اونها هضم میشه. همین تا اینجا. حالا وقتی فهمیدید که اینا هست شد، به اینا نگاه کن، به عدداش نگاه کن. آقا متفاوت نیست؟ نه. چیکار کنیم؟ میام تو فرمول F مساویه با فرمول اینه QV B سینوس آلفا سو استفاده میکنم. تا میبینم عددها رو متفاوت داده، به جایی که عددهای واقعی رو بذارم به درد سر بخورم، میام فقط اندازه هاشو میذارم. Q الکترون 1.6 منفی 19 16 میذارم. V چقدره؟ 5 داره. ولش کن بقیه‌شو. B چقدره؟ میدونم گاوس به تسلا منفی 4 2 بده. آلفا چیه؟ آلفا اینه الان مکمل 30 درجه است. 150 که سینوسش با 30 یکیه، این هم میشه 1/2. 2 با 2 میره 5 تا 16 تا میشه 80 تا. 8 باید داشته باشه گزینه 4. رادیکال نداره. این رادیکال اسکولیاب کیه؟ اونی که میاد رادیکال 3/2 میگیره. خب آقا تایم هم به من بدید استاد. یه جوری باشه فکر کنم مثلا یه ربع دیگه تایم داریم. ما 10 ساعت دیگه هم تایم داریم. ما تا یه ربع 20 دقیقه دیگه هم بریم که بچه‌ها یه ذره استراحت کنن. شیمی هم داشتم. آره. اراده چش. دم شما گرم. خب یکی از تستایی که راحت میتونی جواب بدی اگه بیاد بحث پایستگی و پایستگی آهنگ شاره است. میگه که در شکل زیر سیال تراکم ناپذیری که حجم لوله را پر کرده در راستای افقی جاریه. شعاع مقطع لوله در قسمت آ دو برابر قسمت بیه. آره آ دو تا آره بیه. میگه آهنگ شارش در مقطع آ چند برابره؟ ببینه میخواد گولت بزنه. ما یه معادله داریم آ یک وی یک مساوی آ دو وی دو. این ویا تندیه جریان شاره هست. آ یک وی یک خودش آهنگ شارش شاره است، یعنی نسبت حجم جابجا شده به زمان که با دو یکسانه. پس اگر میپرسه آهنگ چند برابر شده، آهنگ تغییر نمیکنه، گزینه 4 میشه. اما اگه میپرسید اتفاقی که میتونست بیفته، اگر میپرسید کاری که ما انجام میدیم برای سوالات، تندی بی مثلا چند برابر آه، اون موقع میبنی سراغه. میگفتی وقتی مساحت آ دو، شعاع آ دو برابر بیه، مساحت آ میشد 4 برابر مساحت بی. پس تندی آ میشد 1/4 تندی بی. حالا شما تندی بی به آ رو پرسیدی، جواب میشد 4 برابر. یعنی میتونه ساجب تندی ها بپرسه. این هم جز سوالاتیه، مباحثیه که راحت میتونید بهش پاسخ بدید. سوال دیگه ای که دلم میخواد براتون حل بکنم بحث انبساطه. جز مباحثی که تو استراتژی حل اول این لایو بهتون توضیح دادم که چجوری پیش برید. از 12 قرار شد از مبحث انتهایی شروع کنید، هسته ای رو برید، اتمی رو برید، نوسان و موج، از حرکت و دینامیک هر کدوم فقط یک تست پاسخ بدید، انتخاب کنید. مباحثی که از 12 گفتم بازم دلیل نداره که همه رو بتونید جواب بدید. تیپ بندی 4 تا تیپ تست رو بهتون گفتم، انتخاب میکنیم هوشمندانه. تیپ 1 رو فقط جواب میدیم، تیپ 2 رو اجازه میدیم در انتهای زمان فیزیکمون بهش بپردازیم. اینجوری هم تعداد غلطاتون کم میشه، هم آرامش دارید، میدونیم که یه سری تست حرکت شناسی اونجا به ما میدن احتمالاً که سخته و زمان بره، تو دام طراح سوال نمیافتین. یکی از مباحث پایه‌ای که تقریباً من میتونید جواب بدید اکثرتون اینه که انبساط فرمول بلد باشید. میگه ضریب انبساط طولی فلزی آلفا اینقدره، دماش صفره، دما رو به 250 میرسونیم، حجم آن چند درصد افزایش مییابد؟ درصد تغییر حجم یعنی دلتا وی به وی یک ضرب در صد، فرمول داره، این میشه درصد تغییر حجم. معادله چیه؟
معادل 3 آلفا دلتا تتا ضرب در صده. چرا 3 آلفا؟ چون حجمیه، 3 بودیه، مساحت بود 2 آلفا، طول بود میشد 1 آلفا. 3 تا از اینا میشه 6 در ره به توان منفی 5 ضرب در دلتا تتا 0 تا 250 میشه 250 درجه. یه ضرب در صد هم 10 به توان 2 داریم. صفر این با ایشون میشه 10 به توان 3، با این میشه منفی 2. اگر ایشون رو هم ضرب بکنیم میشه 150 در ضرب تر منفی 2، 1.5 درصد. گزینه 2 جواب ما خواهد بود. قسمت انبساط، حتما قسمت انبساط مایه ها رو بلد باشید. وقتی ظرفی پر از مایه باشه، حجم سرریز شده از ظرف وقتی در ابتدا پر بوده باشه میشه حجم اولیه ظرف ضرب در دلتا تتا در بتای مایه ضریب انبساط حجم مایه منهای 3 آلفا یا همان بتای ظرف. این رابطه‌ای که شما رو مستقیما به حجم سرریز شده میرسونه. دیگه عرض شود سراغ ترمودینامیک اگه بخوام برم. سوال شماره 200 رو نگاه کنید بچه‌های رشته ریاضی. میگه در فرآیند شکل زیر دمای گاز آرمانی منفی 23 درجه سلسیوسه، که اصلا برای ما تعریف نشده، ما باید کلوینش کنیم. دمای نهایی گاز چقدره؟ از اینجا داره میره به اینجا. نکته ای که مهمه تو این ناحیه از اینجا تا اینجا فش حجم ما بوده چی؟ 400 شده 800. اگر این نمودار مبدع گذره معنیش اینه که اگر حجم شما دو برابر شده مهم نیست فشارت چه بلایی سرش اومده، چند بوده چند شده، قطعا اون هم دو برابر شده چون شیب خط ثابته و مبدا گذار. این هم دو برابر شده. من میدانم در رابطه پی بی مساوی NRT NR ثابته. اگر فشار دو برابر شد، حجم هم دو برابر شده، یعنی کل سمت چپ معادله 4 برابر شده، قطعا دما هم باید 4 برابر شد. اما نه این دما، تیه که من 273 به علاوه منفی 23، یعنی این عدد رو باید با 273 جمع کنم که میشه 250 کلوین، اینه که 4 برابر میشه و به هم تی 2 رو میده که چند درجه است، میشه 1000 کلوین. باز اینو نخواسته، گفته چند درجه سلسیوس میشه. از این 273 تا کم کن میشه 727 کلوین. این اتفاقی که راحت شما با معادله حالت گاز کامل میتونید رقم بزنید. البته که باید فرایندهای خاص رو بدونید. در فرایند هم حجم کار صفره، در هم فشار هیچی صفر نیست، در بیدر رو کیو صفره، در فرایند هم دما دلتا یو صفره. بچه این سوالات رو توی کانال تلگرام براتون قرار میدم، حالا مخصوصا این گام بندی اولشو یه بار با هم مرور کنیم که قراره چه کنیم. قراره آرامش داشته باشیم. ما میدونیم آقای ترکیان، ما میدونیم قرار نیست همه سوالاتو جواب بدیم. ما میدونیم در روال شو بکنم. شما کنکورتون اینجوری بود، اولین سوال کنکور چی بود تو ادبیات؟ تعداد واژ و تک واژ یادتونه؟ گزینه‌ها چقدر شبیه به هم بود؟ نباید میزدیم ما اونا رو، درسته؟ این هم همینه. تو فیزیک اولش حرکت شناسی معمولا سوال چالشی داره، نزن، از آخر دوازدهم شروع کن، فقط تیپ یک رو بزن. اونایی که دیدی حل کردی، با زمان کم میدونی به جواب میرسی، هر چند 3-4 تا باشه تو کل آزمونت. بعد میری اونایی که کد 2 کنارش زدی بلدی، یه ذره زمان بیشتری میگیره رو پاسخ میدی. حالا اگه رسیدی به 3 چه بهتر، نرسیدی کلاتو میندازی بالا، میگی من اونایی رو زدم که مطمئنم غلط توش نداشتم. زیر 10%. برای همین میگم بچه‌ها بتونن 30-40 متوسطا، حالا خوبا که خب خوب آره، بتونن 30% بزنن. واقعا سخت نیستا. یه دفعه فکر کنید با خودتون بچه‌ها، از هر 10 تا سوال تو فقط 3 تا رو باید جواب بدی. یعنی اگر 3 تا سوال 4 تا سوال رد کردی دست و پات نلرزه، لام از زمین جزمون 7 تاست. 3 تا سوال فقط از هر 10 تا مال توئه، 4 تا نهایتاً اگه متوسطی. پس دست و پات نلرزه، طبق همین الگو پیش برو. من منتظرم ان بعد کنکور کامنت های خوشگلتون بهم برسه. ان بعد از اومدن نتایج بچه‌ها درصد و رتبه هاشون هم برای ما بفرستن. یه سال خیلی خفن رو با هم گذروندیم، شاید برای بعضی از بچه‌ها 3 سال.
امسال ما نکته و تست بر کلاس سالیانه که خب تو مراکز مختلف داشتم نکته و تست رو برگزار کردم. همایش دو روزه خفنی رو با بچه‌های سراسر کشور رفتیم، سوالات مهم رو با هم مرور کردیم. امروز رو هم گفتم در خدمتتون باشم، این استراتژی رو یه بار با هم مرور کنیم، کمک آخری که میتونم تو روزهای قبل از کنکور براتون داشته باشم. گفته بودم تا آخر کنارتونم. یه گام دیگه مونده که مختص بچه‌های رشته تجربیه، عصر روز پنجشنبه ان شاءالله تحلیل کنکور ریاضی انجام خواهیم داد. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، این از صمیم قلب میگم. آقا با افتخار، آقا با افتخار، خیلی مخلص. اختیار داری آقا، ارزش میدی شما. به 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 آقا، خیلی خسته نباشید. خیلی مخلصم، سلامت باشید. آقا وایسیم، آقا 30% 40% به بلاغ قسم بزنن، 30-40% بزنن، راحت راحت بتونن خیالشون راحت باشه دیگه. آره واقعا یه سه تا سال، من تو 35 سال بهشون با یک اشکال داشتیم مثال که تا میکردیم، گفتیم آقا 22 تا رو سبز کردیم، گفتیم از اینا 5 تا هم نزنیم شما. چه 17 تا سال 50% وقت نکردی بزنیم. آره واقعا وقت نکردی بزن. مهمترین چیز اینه که بچه‌ها همینا رو میدونن و میرن میشینن سر جلسه کنکور استرس میگیرن. آره تو اندازه بهشون حق میدم، ولی واقعا خواهش دارم ازتون به حرف ما اهمیت بدید و هی یادآوری کنید تو اون روز برای خودتون. استرس واقعا ان استرس... روزشون باشه ان شاءالله. من مطمئنم دام نمیشه. آقای ترکیان ذخیره میشه، آقای گندم ذخیره نمیشه. چرا؟ اگه میشه بشه برای منم دیگه. آره میشه بچه ها میشه ذخیره میشه. لایو بچه هایی هم که لایو شروع نتونستن ببینن چون خیلی ها بچه ها پنگ داده بودن ما قرار بود آخه ذخیره نکنیم ولی دیگه آره واقعا کسی نبینه آره ولی خب حالا 5 نفر هم ببینن باز ما ایشالله که بچه این زحماتی که باورتون نمیشه شبانه روزی چقدر وقت گذاشیم تو این چند وقت ایشالله مثمر ثمر باشه. واقعا دلمون میخواد نتیجه بگیرید. اینو تو صحبت های شخصی خودمونم همیشه داریم. من حرفی ندارم آقا مختصر. من امیدوارم که ایشالله روز کنکور روزشون باشه. ایشالله خیلی چاکر، هر چیزی که لایقشونن. آقا دم شما گرم، خدا قوت کنکور. مانیتور بود روز کنکور روزشون. آره واقعا روز کنکور آقا خب معنی داره خودش. خیلی فرق داشته. روزت باشه عزیزان، زنتون گرم، وقت بخیر، خدا نگهدار.